سلام هموطنان عزیز، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین و شب و روزتان به خوبی و به خوشی بگذره. وطندارای عزیز، ما محمد حیدری بازم به یکی از برنامه های ساخت و ساز شما را خوش آمدید میگیم. وطندارای عزیز، یک خوش خبری داریم که سرک باغ بالا و بادام باغ وصل میشم که تقریبا سالهای زیادی بود که متاسفانه که این سرک موانع خانه هایی که غیر قانونی جور شده بود موانع قرار گرفته بود. آل فضل خدا این خانه ها مکمل برداشته میشه و در این قسمت سرک دیگری جور میشه و این سرک به نظرم سرک سی متر است که انشالله که سرک جور شد و خیلی سهولت فرام میشه. وقتی وطندارای ما که از سرای شمالی به کوتسنگی و کارتی مامورین و چاره قنبر بره بسار نزدیک میرن، بسار را نزدیک میشه که با کوتسنگی برم. اما متاسفانه که سالهای متمادی بود که در این قسمت توجه و صورت نگرفته بود و یک طرف مردم که کسایی که در اینجا زندگی میکردن با تشویش بودن که امروز نقشه میه و فردا میه. آل فضل خدا، اما به خاطر آبادی کشور قربانی باید داد، قربانی که خانه های تعداد وطندارای ما میرن، اما ناگزیر هستیم که باید به خاطر آبادی اقدام کنیم و میبینیم که وطندارای ما خودشان آمده و خودشان در محل حضور داره و خانه های خود به دست خودشان تخریب میکنن و همکاری میکنن با امارت اسلامی افغانستان و با شاربالی کابل. آب و هوای کابل هم یک کمی گرمتر شده، انشاءالله که جای شما وطندارای عزیزی که شما بیننده هستین سرد باشه و قسمی که شما مشاهده میکنین این قسمت به نام وحدت آباد یاد میشم که وطندارای ما میگن که منطقه به نام وحدت آباد است. وحدت آبادی که سالها توجه صورت نگرفته بود و این قسمتی که ما قرار داریم این قسمت هم مکمل خامه است. خامه بود که وطندارای ما بسیار به تکلیف بالای تپه میشیدن. آل فضل خدا این قسمت هم خوبتر شده، ما هم میریم نظرات وطندارای خود میگیریم و کسایی که دریج هستند و زندگی میکنند و قسمی که مشاهده میکنند یکی از باشنده ها آماده را. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ بخیر باشید. سلام و سلامت باشید. میشه در خود خودم معرفی کنید نامتون چیست؟ اسم ما محمد صادق، باشنده این محل است. کاکو صادق، کمی معلومات میدادید در مورد این محل که این محل چی نام یاد میشه؟ این محل به نام وحدت آباد است، گردنه افشار وصل است به می کانتیننتال. خب صادق، در این قسمت همه تو سرک بود یا نه این سرک کشیده شده؟ چرا نه خیلی نه این سرک که سابقه را میبینی خیلی سرک سابقه است دیگه. در سال 71-72 می خانه جور شد، مردم مهاجره که خود ما شخصاً در کوتسنگی زندگی میکردیم، اینجا جنگ ها شد آمدیم یک خانه یک جور کردیم. دیگه در می 10 سالی پلان بود که یک سرک میره، باز دیگه همه تو کارش به تایق میفتاد، من نمیفهمیدیم با چی مزله بود. دیگه الحمدلله دیگه امارت اسلامی کارش شروع کرده. کاکو صادق جان، در این قسمت که خانه هایی که زندگی میکنن باشنده هایش، خانه های قواله شرعی دارن؟ قواله شرعی نه، کسی نداره. کلگی همی کتابچه صفایی و گپ سخن داره. بعد مردم ها دست دو خریداری کرده، مثلا که اول کسی جور کرده بود نفر بعدی خریده، این میتی اگه اسناد دارن دیگه قواله شرعی خو ندارن. نه. کیا در اینجا زندگی میکنن معمولا؟ معمولا اینجا از کل اقوام زندگی میکنن. همینجا ما پشهی داریم، پشتون داریم، هزاره نداریم، داریم یک هزاره هم داریم الحمدلله. دیگه از کل ولایت ها همینجا زندگی میکنه. اکثریت که فکر میکنم در این خانه هایی که زندگی میکنن فقیر نشین هستن. وا طبعا فقیر نشین هست، بخاطر اینکه کلش از مجبوریت ساخته شده. یه میبینی خانه رو کلش مردم سر مرکب و سر گپا آبش آوردن و خشتش آوردن. دیگه اینی یک سرک اینجا داره، دیگه سرک هم نیست، کلش من میبینی کوه است. مردم محل فقیر است، کلگی فقیر است. تقریبا 10 سال پیش شما گفتین که نه، سال 72 ما ایرو آباد کرده بودیم. آوازه بود که نقشه میاد. آوازش ها ابی آوازه بود که سرک جور میشه. دیگه کارش به تعویق میفتاد، مردم هم اکثر تو آبادی درست نکردن دیگه لبای سرک به خاطر از اینکه این در آینده بعدا چپا نشه که نه چپام شد. یک چیز جالب از این طرف تر بیاین که خانه هایی که در اینجا قرار داره خبر هم داشتن پیش سر خود آبادی کردن، اما این طرف قدر آبادی نکردن به خاطر از خبر بوده، خبر که آگاهی داشتن.
در زمان جمهوریت هم مردم آگاهی داشت که سرک جور میشه. چندی دفعه پلان گرفتن که نقشش جور کردن بیان، باز نشد دیگه کارش. آنم تو به تعویق افتید. حال امارات اسلامی که آمد و بیادر ما را تقریبا 15 روز پیش خبر کرده بود، 3 ماه پیش اسکیچ کرده بودن، دیگه حال آمدن کارشان را شروع کردن. به نظرم یک سرک جور میشه؟ ای یک سرک هست که او طرفش سکسای کنید از زیر کانتینتال آمده. ما بین یک گلدان است دیگه، 20 متر سرک است در مجموع دیگه، که یک 3 مترش پیاده رو است دیگه. سرک چقدر خوب میشه، سهولت فراهم میشه؟ بسیار زیاد. والا ما خوش هستیم، الحمدلله بسیار خوش هستیم که منطقه کل افغانستان وطن ما شماست، باید آباد باشه. حال ما کشورهای خارج هم میبینیم چه رقم یک آبادی دارن، چه رقم یک زندگی دارن. ما شما سر در تلویزیون میبینیم، چرا از خود جور نکنیم؟ بخاطر اگه خانه ما که چپاش این مهم نیست، یا خانه برادر چپاش، کل اگه خوش هستی بخاطر که مشاهده بعض مردم ها اگه مشکلات هایی داره که مثلا نمی کل خانه ایشان میره، هیچ برشان یک آبادی نمیمونن، مردم غریب هم هستن. تقاضای ما از امارات اسلامی همی هست که اگه یک چیزی برشان که قائل هستن امور حق وعده کردن، امور حق حقوقشان بتن خوبتر میشه. به خاطر اینکه مردم غریب هست، اکثر مردم هم کرای موتر خودم نداره که این انتقال بده. مگر بنا به اینکه وطن آباد میشه، هیچ کس صدای خودم نکشیده، یک آواز بلند هم کس نکشید، تن سرک آباد میشه جور شوه ما خوش هستیم. اما توجه دولت هم باید سرزیا باشه به خاطر محلق. یک چیز بسیار خوب دیدم که در گذشته متاسفانه که در این قسمت خیلی گلرای هم میشد، آل فضل خدا اگر این سرک جور شوه، خوبی سرکی است که وطنداران ما از مشکلات رفع بده. یک وطندارای دیگه از مشکلات رفع نمیشه، بلکه تمام پروانه سه که نمی گل لای چتلی می رفتم، پروانه سه اوجا جویاش بوی می گرفت، مثلا یه خود سر بالایی نه اوش کلش می رفتم پایین دیگه، که جور شوه خواب پاک میره دیگه. تمام چی پیام داره؟ با خیر باشید. در اخیر پیام ما می صد امارات اسلامی که مردم یک حال خانهشون چپه میشه برای زمین کمک شود. ان شاء الله دیگه کدام پیام شما رو میشنوم. با خیر باشید. خیر باشید. زنده باشید. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر فاست. بخیر هستین؟ خوب هستین. شکر فاست. شما گفتین که زیاد ما را تاکید کردین که یک مصاحبه میتیم. نامتون؟ احمد بلال کریمی. کریمی صاحب بزرگوار. خانه میجاست؟ خانه میجاست بله. خانتون خوب نقشه نرفته؟ خانه رفته، در نقشه رفته. می خانه ما در نقشه رفته یک کمش دیگه. خب کمش. فضل خدا اونا کمی مونده که یک سرپناه میشه. بله بله یار مونده، کمش مونده. این سرک جور شو چقدر خوب میشه؟ بخیر. بسیار خوب میشه و مردم زیاد فراهم میشه. به خاطر ما خوش هستیم که افغانستان ترقی کنه، ما دمی آبادیش خوش هستیم، به خاطر که چون کشورهای خارجی را میبینیم ترقی کرده، ما هم خوش هستیم که افغانستان ترقی کنه، پیشرفت کنه، چون که آینده سازای کشور ما دوگام تو کوشش کنن که زیاد افغانستان ترقی کنه ان شاء الله. ان شاء الله که یکی از سرکایی است که مسیر راه را بسیار نزدیک میکنه. بسیار از فکر کو که مردم ما که ازی بر تیر نمیشه، موتر خامه است و جغل است و خاکبات است، وقتی که این سرک فراهم شه بسیاری سرک نصف میشه. فکر کو دور زده میرن کوته سنگی، اگه سرک جور شه درو نمی کوته سنگی تاشه در افشار. بخیر باشه. زنده باشید. تشکر. وطندارای عزیز، در کنار ما یک از وطندارای دیگه ماست که به نظر میام خانه شون کمش در نقشه رفته. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نباشید. زنده باشید. خراب هستین؟ شکر به خدا. بخیر باشین. نامتون؟ شفیق الله کریمی هستم. کریمی صاحب بزرگوار. برادرتون هستی؟ نه، برادر زاده من. بسیار خوب. چقدر خانه شما در نقشه رفته کریمی صاحب؟ خانه ما دیگه 6 متر. سرک قبلی که بود 6 متر دست نقشه رفت. نگا ما چپیش کردیم که دولت همکاری کردیم و چیزی گفته بود. نگا وسایل خدا جمع کردیم نگا. خدا رو شکر که پیشتر یک کمی مانده. بله بله ها دیگه جایی بودش مرگم. اینجا یکی از سرکای کلیدی است که رام نزدیک میشه و حتما رفت آمد هم زیاده. حالا ما خود گفته منتظر از این سرک 10 سال بودیم. در 10 سال چند دفعه نقشه شده جمهوریت، چون که با حال ما چیز رو گله کنیم کاربار نشد. دیگه این سرک سرکی است که اگر ما بگویم سمت شماله به طرف چاره قنبر یا که می رفتن یک نادریه، چاره نادریه بود بسیار ازدحام میشد. و این سرک آنقدر خوبی میشه که نصف مردم طرفه که طرف کوتی سنگی و چاره قنبر و طرف قرغه یا میری، تو فکر کنی رایشان نصف میشه، ازدحام کمتر میشه. و سرکی بود که این سرک سابق هم نقشه شده، تا جایی که ما ری سفیده ها زیاد میگه این سرک این دوران داود خان نقشه شده بود. نگر صدق باد بدون از اوج شفاخانه است، بسر شفاخانه است، بسر پلیس است، بسیاری تلفات که از این سابق مریض میامد تا پلیس میره بسیار در بیربار این بسیار بشه راحت میشه. پانتون پل تخنیک کابل از امیر نگه جای کلیدی هم هست.
دیگه ما بسیار خوش هستیم، با که دولت همکار هستیم. در جمهوریت چندین باری اقدام شد، مانعات پیشوری آمد، هر چیزی آمد، زورگویی بود که ای بود نشد. دیگه اینمی ما خوش هستیم، یعنی سرک رفتنش خوش هستیم. اگه 5 متر خانه ما میره، آبادیش به میلیون ارزش داره. واقعا راست میگین. وقتی که واقعا ساخت ساز در کشور ما جریان پیدا میکنه، یک طرف چاره نیست، یک طرف آدم باید خوش شود که سهولت برای خیلی وطندارای ما فراهم میشه. و خصوصا این قسمت که ما قرار داریم سرک بادام باغ است، اما بساط بادام باغ واسه شده نهاباد دکیپه، با این نامگذاری از طرف نای شاروالی کابل شد وحدت آباد. اوس نهاباد از این وحدت آباد وصل میشه به گردنه پل تخنی. کی سرک بسیار اکثر ده کلی بود، گفتم تانه فایده شد که اسمان نقص ما 5 متر رسید، به میلیون ها نفر که زیرا که تیر شود ثواب شاید به من برسه و به دولت هم برسه. خوصا در قسمت پایین تر سالها بود توجه نشده. بله بله. حتما این سرک جور شد و طرف هم توجه نشده. همی سرک، همی سرک لیورش ما انجینر ها رو پرسان کردیم، گفتیم پان سرک بومومیز، گفت نه تا که رو ازی به او وصل نشه، سرک وصل نمیشه. و او سرک هم از سر شمالی الا نادریه در نقشه است، مردمش خبر کرده، دکانهایشان اسکیت شده، کسایی که دکانهایش میره. او سرک هم در آبادی زی که رو وصل شده، جوی ازید او وصل میشه. بخیر خبرت زنده باش، تشکر از میبرد. السلام علیکم. جور هستین سید من؟ سلام. جور هستین سید من؟ بخیر هستین؟ الحمدلله. بخیر باشین، سلامت. نامتون؟ نام احمد فاضل. فاضل جان خوب هستی؟ شکر خود خوب هستی انشاءالله، بخیر هستی. سلامت. فاضل جان چی کار بار میکنه؟ دواخانه دارم. کجا؟ نم نواباد دکی بک. منطقه من هم شیاد میشه؟ این منطقه وحدت آباد. وحدت آباد؟ بله. باز مردم چقدر وحدت داره؟ آه نام خدا خوب هست. خوب هست نیم؟ بله آه. این فضل خدا خوب هست، یک سرک هم در این قسمت کشیده میشه، چقدر خوب هست؟ با کسایی که خانه هایشان رفت خوب نیست، با کسایی که خانه هایش میمانه خوب است نسبتا. که سرک شما خونه رفت میشه؟ نه برو شکر که یک تعداد وطن دارای ما که خانه هایشان هم نرفته، به خاطر که سرپناه خوب است، خصوصا در وضعیت کنونی سرپناه نداشته باشی مشکلات خدا داره. و خوب است یک سهولت خوب فراهم میشه که وطن دارای ما نزدیک برسه و به کوتسنگی و چاره خنبر. آه راه خوب میشه، زرک بخته بیربارم کم میشه، دیگه محترم میتونه رفت آمد بکنه. خوب است نسبتا، اما بیچاره های خانه هایشان مکمل رفته، دیگه به ما مشکل است. و کسی که فعلا فعلا همیجا استاد هستیم، سعی تماشا داریم خانه های مردم ها که چه رقم رفت چه رقم نرفت، از کی میمانه از کی نمیره. بخیر باشه. تشکر باش که مصابی لالای دیگه ما را بیرم. السلام علیکم. خوب هستی بعد از جانتون؟ خوب هستی. خیلی هستی. چی حال داری؟ الحمدلله بخیر باشی. نام؟ نام مابیل. آبیل؟ یا آبیل جان خوب هستی؟ بخیر باشی بعد. بار بار میکنه چی؟ همیجا خیاطی میکنه. من شما خدا نقشه نرفت؟ نه شکر. چقدر خوب میشه که سرک کشیده میشه بخیر؟ والا خوب میشه دیگه. گفت لالای ما خوب هم میشه به بعضی ها، به بعضی ها اینا که خانهش میره دیگه به یا کمی مشکل هست دیگه. سرک پخته شده خوب است، با مردم منطقه هم سهولت هست، با دیگه مردم هم سهولت هست. خوب هست. خوب هست نه؟ یا بخاطر که خصوصا کسایی که اگر خواسته باشن از سرای شمالی به کوتسنگی برن خیلی نزدیک میشه. آه بر از با سهولت میشه دیگه، با خود مردم هم اینجا پایین شود هم اوتر بشینه بره. شما کجاست؟ خانه ما هم دیم بالا هست. بالای کو دیگه؟ نه بیخی بالا نیست، پایین هست. آه از کو وطن دارای ما که در قسمت بالای کو زندگی آه دیگه او عادت کردن دیگه، اونجا جایشان هست. فهمیدیم از این سابق. بخیر باشی. بخیر باشی خدا. خب